الرحمن الرحيم. مفاسد سلوك البلايين ذكر و بررسی داستان موسی و خضر. مقدمش هم گفته شد که چطور این سه تا داستانی که در این سوره آمده این سه تا داستان رو مردم عوام، یعنی توده مردم اون ایام، یهودی ها و مسیحی ها نمیدونستن، یعنی بهشون نگفته بودن. علما میدونستن ولی خب مصلحت در این بود که نگن و نمیدونستن. بعد به عنوان این که بفهمن که آیا علم پیغمبر، اطلاعی که ایشون از گذشته داره، از کجاست؟ آیا خداوند امتحانش میکنه؟ آیا خداوند در ارتباط با حضرت رینا رو میگه؟ تو گفت این چرا این سه تا داستان رو که حالا خصوصیت هر کدوم گفته خواهد شد، چرا این سه تا داستان رو نگفتم؟ قاعدتا یه حکمتی داره، برای اینکه اون وقتای زمان حضرت موسی که دین الهی از مسیحیت مسیح یهودیت بود، بعدم که چیز بود اینا چون نگفتن، حتما حکمتی داره. ما در این حکمت فکر میکنیم چیزی خودمون میگیم، شاید همون باشه، شاید هم چیزهای دیگه هم باشه، ولی اون چه به نظر خود ما، نظر بشری ما میرسیم گفته میشه. و این هم چون در هیچ نداریم دستی که سوال کنم از پیغمبر مسلمین که چرا این رو توده مردم نمیدونستن. همه داستان ها رو گفتن، کتاب مقدس که عهد عتیق یا عهد جدید بخونید، یه داستانه خیلی مختصرتر گفته شده. اینا برای اینکه درک کنیم این علت چیه، اینو توجه داشته باشیم که نوع بشر، انسان، یه مجموعه ای که خود این مجموعه اضافه بر افراد، غیر از افراد، یه سنی داره و پیشرفتی داره، اقدام بدورتر میشه گذید. یعنی همون جور که بچه که میبینیم اول شیر میخوره، به دنیا اومد هیچ حرکتی نداره، هیچی نمیفهمه. حرکت ارتعاشی چرا دست رو پا میده؟ ولی هیچ تحرکی نداره، خودش نمیفهمه. بعد کم کم اول این حرکت اختیار رو بگیره، خودش میتونه حرکت کنه، تا بزرگتر میشه حرف میزنه، کم کم میشه به اندازه خود ما بر بچه. جامعه بشری هم اینجوری، اول جامعه بشری در بیابون و اینا زندگی میکردن، جمعیت به این اندازه هم نبودن،
چون مدنیت تعمه بودن یک خانوادگی بود، یه پدر و مادر بچهشم تا وقتی میتونست نگه میداشت اگر نمیره. کم کم که بزرگتر شد این ارتباطات بیشتر شد، نزدیکتر شد، یه مسائلی رو فهمید، میتونست بفهمه. مثلا نمیگو یه خورشید یه فلشت یه موجودی در کنجا در میاد از مشرق که ما رو گرم کنه و بعدم میره. کم کم فهمید نه خورشید یه موجودی کره دیگری است. برای اون بشر خیلی مشکل بود که خدایی اون مثل یعنی خدایی با توصیفاتی که امروز ما ممکنه از خدا توصیف کنیم یا در ذهنمون باشه اینجوری نبود. فکر میکنم خیلی اگر قدرت فکری داشت فکر میکرد او هم یه بشریست مثل ما، ما تا یه جایی قرار رفته که ما دستمون بهش نمیرسه. تا کم کم فهمید که نه اون بشر، اون کسی که اداره میکنه نمیتونه یه بشر باشه مثل ما باشه، یه لابد خصوصیت و خدایان غیر مادی توجه کرد. اول هم میگفت خب این خدایان غیر مادی هر کدام یه الهه دارن، یه آلهه بگن. خورشید که در میاد حرارت میده یه آلهه خورشید وجود داره، این آلهه آمده. اون رو معنای اونیم در نظر میشه به خوده. کم کم من میجور اون بحثم دیدیم تعداد آلهه ها رو کم کرد تا رسید به اینکه دو خدایی. یه مدتی هم بشر در اینجا دو خدایی بود، یعنی یه خدای خیر و یه خدای شر میآفرید. البته حضرت زردشت در مرحله بین توحید و چند خدایی بود. حضرت زردشت و دین زردشتی موحد بود، یعنی می گفتن خداوند قادر همه چیز هست. منتها بعضی شرور و هم آفریده و ما باید از اونا احتراز کنیم. کم کم اینا گفتن که نه شرور هم یه خدایی، شدن دو خدایی. ولی بالاخره تکامل فکری بشر به جایی رسید که امروزه فکر میکنن خدا خدای واحدیه. حالا برای خدای واحدی که امروز هست اگر صفات این خدا رو، خصوصیت این خدا رو برای یه انسان اولیه میگفتن، همون انسانی که میگفت که یه مجسمه، باور نمیکرد، میگفت دیوانه. به همین حساب خیلی از پیغمبران هم که آمدن حرف میزنن مردم گفتن دیوانه. یعنی یه اعتقادی داشتن من تا اونجوری بود اعتقادش. فقط چیز نبود، مثلا خب حضرت نو ریختن سرش که بکشنش، این چه جهت داشت؟ اینی که اونها معتقد بودن که این حرفای حضرت نوح درست نیست.
ایشون این علیاد بله از چنون حرف میزنه. اینه گفتن این رو مضروب کنیم که بترسه از روی یه اعتقادی. ولی نو جلو ملک و مالشون رو نگرفته بود. اینه یا فرض آمد حضرت موسی علیه السلام در داستانه میگن وقتی قوم بنی اسرائیل رو قوم خودش رو از دریا رد کرد که دریا به امر الهی دو شقه شد از وسط وا شد این از وسط سر شدن از این موجود بالاتری تصور نمیشه کرد. مازالک اونجا که رفتن به موسی نگفتن ما خدا نمیخوان بیر حرف کردن اینهایی که ما میبینیم اینجا این قبیله ها برای خدایشون مجسمه دارن و باش نماز میکنن. برای خدای ما هم یه همچه مجسمه دیه. این هنوز نمیتونستن تصور کنم که یه خدایی بدون مادیت وجود داره که موسی علیه السلام عصبانی شد و گفت بالاخره یه عده کمی از مردم میفهمیدن حالا برای اون مردم اگر مقامات بایزید بسطامی رو بگید بگن که بی خود میگید دروغ میگید یا میگن اگر هم کسی هم بوده این بلا دیوانه بوده طاقت درک و فهم اینها رو نداشت. ولی پیغمبران رو خداوند از یک درجه بالاتر آفرید، یعنی درک و فهمشون از درک و فهم جامعه یه مرحله جلوتر بوده. قلن این است که خداوند به اینها رو تربیت میکرد، اینها رو آموزش میداد که بعد اینها به حد در حدی که میتوانند با مردم عامه تماس بگیرن و بهشون بگن. به این جهت این جور داستانها رو مردم اگر توده اون وقت میگفتن باور نمیکردن. همینقدر که موسی علیه السلام مثلا قدرت داشت نمیداشتن و اون همه معجزات حضرت موسی مازالک این گفت. به این جهت بود یکی از جهاتی که میشه فکر کرد همین بود که این داستان را نگفته بود. ولی مثل که علمای یهود و اینا میدانستند که این داستان ها را که خداوند مقدر کرده پیغمبران میدونن، به پیغمبر برای امتحان پیغمبر ما که آیا ایشون واقعا پیغمبر از جانب خدا یا نه این رو امتحان کرده. خداوند در این زمان که این داستان ها رو حفظ کردن گفت بعد مردم فردا اومدن، مردم سوال کرده بودن همین داستان ها، گفتن این داستان ها چیه اگر میدونی به ما بگو. خودشون هم نمیدونستن، میخواستم حضرت فرمودن برو فردا بیار.
این رفت فردا اومد و این ناظر نشده بود. عرض کرد باز پیغمبر فرمود برو فردا بیان. اون فردا وحی نیومد. حضرت فرمود برو چندین بار تا 40 روز 40 روز وحی به پیغمبر نیومد. که خود پیغمبرم نگران شد که مبادا خداوند غضب کرده بر من و من مؤمنین خیلی ناراحت و نگران شده که چرا اینجوریه. ما آبروی ما پیش چیزا آبروی پیغمبر دارم میره. خود پیغمبر خوب خیلی نگران بود از این که نکنه مولا غضب باشه. بعد 40 روز وحی آمد. هر سه تا اون داستان ها رو به پیغمبر گفتن. پیغمبرم به اونها گفت، یعنی جواب اونا فهمیدن از انادشون و جنگی که میخواستن بکنن دست برداشتن و به همون جور صلح تسلیم پیغمبر، تسلیم عملی پیغمبر. در این داستان ها اولا خود خضر و موسی، خضر خود در قالب مؤمنین، خضر رو یه جنبه الوهیتی بهش میدن، یعنی معتقد نیستن که یه خضری مثل یه آدمی بود جداگانه مثل خضر بود. نه، می گفتم خضر کسی است که زنده است همیشه از طرف خداوند. اینجور تصور میکنه. موسی البته طرف وحی که بود، موسی کلیم الله بود، یعنی با خدا حرف میزد، کلیم الله. پس این درجه مادی داشت به پیغمبر موسی علیه السلام. بعد که چیز شد آمد از خداوند برای خواستان داد که جواب آمد و به اون داستان ها گفت. اینها در اون لحظه در این داستان میبینیم خداوند خواسته در واقع بگه این شریعتی که من گفتم و شما باید انجام بدید، این شریعت یه معنایی داره، شما رو چه به معنایش؟ من همین که گفتم این کار رو بکنید، خم و راست بشید، سجده کنید، رو به هواست، صحبت کنید، فلان کار رو بفرید. اینا یه جهتی داره، لازم نیست جهتت شما بدونید. همون طوری که خود این داستان رو ما نگفتیم به کسی، لازم نبود بدونن. حالا مطالبی هست که شما خودتون لازم نیست بدونید. وقتی من گفتم خدا میگه نماز بخونید، نماز باید بخونید. وقتی من گفتم که کسی رو که اینجوری بود اعدام کنید، باید اعدام کنید. وقتی گفتم فلان کس و چه جور اشخاصی رو باید رها کنید و ببخشید، شما باید ببخشید. اون حکمتش رو شما نمیدونی، پنهان هست در آخر حکمت. کما این که این کارهای که در این داستان انجام شده، اون خراب کردن یعنی کشیدن به این که کشتی رو سوراخ کنه، و
بر حضرت عیسی، یعنی بر اونی که بعداً بهش لقب کلیم الله دادیم و همونی که پیام‌های من به شما میاره، بر اون مخفی بود. مگر اینکه ما خودمون به هر مطلعتی باشه بر او آشکار کنیم، و الا چیزهایی هست که بر شما بشر که جامعه بشری هستید مخفیه. این حکمتیست که در این کار هست. همین جور در حکمت های بعدی فرموده است این امر، این کار هم در مورد عبادات شخصی شما و هم در مورد منافعی که از جامعه میخواید. اون دو داستان دیگه هم اینجور به یکی رو خواست، یک کودکی رو که بازه میکرد خواست و او رو اعدام کرد، تنی از بین برد، که موسی علیه السلام اعتراض کرد یه آدم یه بچه بیگناهی رو کشتی. بچه بیگناه رو کشتن، یه آدم بیگناهی رو کشتن در همون مکتب موسی علیه السلام، یعنی همون کسی که به موسی گفته وحی فرستاده گفته بگو، همون که گناه دونسته گفته اگر اینجوری باشه او رو باید مجازات. ولی در اینجا خضر که نماینده الهیت الوهیت خداوند بود همون کار رو میکنه. موسی اعتراض میکنه، تنو جان نمیگه، ولی بعدن جهد شوهد در قضا میگه به موسی. یعنی موسی که در مرحله مادیت هست، جسم داره، اون موسی نمیتواند علت عوامل خدا رو درک کنه. و یک چیزی که حتی به نظر او ممکن است داخلن با مکتب با درس خداوند منافات داشته باشه، مثل کشتن این کار، حکمتی داره که خودش میدونه، خود خدا میدونه، ولی در اینجا آشکار بعدن کرد. همون نشون میده که این شریعت گاهی اونچنون میشه که مخالف با طریقت تلقی میشه، و حالان که اینجور نیست. شما باید امر الهی را انجام بدید، دیدن مقابل امر الهی همون حکم الهی رو ندارید جلو که نباید انجام بدید. اون همی حکم الهی که نمان امر مجرد معلومه مصلحت اجتماعی رو در نظر گرفت. یعنی نمیخواد یه بنده ای که پدر و مادر اون کودک یه بندگانی که همه عمر عبادت کردن بندگی خدا رو کردن گمراه بشن. یعنی خداوند زلالت رو برای بندگانش نمیخواد، یعنی کمک میکنه به این که رفع ستم بشه. شما اگه میخواید
مثلا میخواد نماز اول وقت خواهد عبادت حرامه من نماز اول وقت خیلی تنبلی میکنی، ولی اگر تصمیم بگیرید خداوند کمک میکنه، آب جلو دستتون میاد، همه این کارا میشه. خداوند لا یرزال عباده الکفر، برای بندگانش کفر و دلائل اطرافیان اون رو نمیزند، راضی نیست. خودش کن منتها چون اراده به شما داده، شما را در بین این جنداران اراده قرار داده، این به اختیار شما، برای اینکه بعد مسئولیت از شما میخواد. همینطور اون آخری در راه یه دیواری رو خراب بود مجانی نشستند و درست کردن، که موسی اعتراض کرد، خب باید مزدی میگرفتیم از این که نون بخوریم. یعنی کاری که برای خدا و خدمت به بندگان خدا میکنی منتظر اجر نباشی. دیوار که خراب شد امر الهی که تعلق گرفت توسط خضر به این که این دیوار رو بسازید، شما ساختمان باید بکنید. منتظر نباشید که مزدی به شما بده، مزد نداده، مزد همون امر خدا رو که اطاعت کردید یه اجریست، یه کیف و لذتیست برای شما همون کار. این داستان موسی علیه السلام و خضر در اون آخر می‌فرماید، برای اینکه این موسی وقتی آمد این در چه مسیری بوده؟ این مسیر جسمی که نبود، از عباراتی که گفته شده و شرحای معلوم این مسیر جسمی نیست، مسیر معنوی نیست. گفتند به موسی، گفته شد که برو در مجمع البحرین، یعنی اونجایی که دو تا دریا، دریای مادیت و دریای غیر مادی با هم هستن، تلاقی میکنن، در اونجای مردی از مردان ما میبینی. مردان خدا هم در دنیا هستن هم در آخرت. مردان دنیا در مجمع البحرین هستن، یعنی هم دنیایی هستن هم آخرت. موسی بس که عجله داشت، چون در بحر مادیت بود باید بره به سمت معنویت، و عجله از اونجا رد شد. خداوند نگفت از اونجا رد شد، تا اونجا هیچ خستگی چیزی نداشت. وقتی موسی رد شد از اونجا توی دریای معنویت بدونه چیز بود، اون خسته شد، گفت لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، از این سفر ما خیلی سختی ناراحتی دیدیم. بعد که اون شخص شاگردش گفت که عجبا، ما اونجا که بودیم، اونجای قدیم، ولی میشه در مجمع بعدین وایستادن، ولی موسی نفهمید، توجه نکرد که اینجا مجمع البحرینه. در اونجا که گفتیم
ماهوی خشکی که دست من بود بخونیم زدم با آب زنده شد رفت. خب این در این دنیا نیست من. و این نشون میده اون بحری که در این بحر میزن از مادیت نیست. اون بحر جان میده. بی جان ها رو بهشون جان میده. خب از اینجا موسی متوجه شد و فرمود که برگردیم. ما به خود اینقدر راه اومدیم. همونجا بود که ما کار ماست. برگشت که به مجمع. وقتی به مجمع بحرین رسید، اون وقت فرجه در عبادن خضر رو دید. بعد موسی تقاضا کرد که من به شاگردی قبول کن با تو بیاد. خضر گفت که نمیتونی، طاقت نداری با من بیای. همش اینه. گفت نه موسی. گفت نه خیر، من طاقت دارم خودم. فرمود بیام. خیر اومدم که این مراحلو دیدم. در هر مرحله که خضر انجامی میداد، کاری میکرد که شریعت اونو نمیپسنده، کشتی رو خراب کنه، بچه بی جا بکشه، دیوار رو مجانی بلند برپا بداره. موسی هم اعتراض میکرد. خضر میگفت نه، من که بهت گفتم نمیتونی بفهمی. موسی متوجه میشد که بله، در اون مرحله ای که تو من هستم نمیشه اینا رو فهمی. تسلیم بشه. خب خضر فرمود که هادا فراق و بینی و بینی، دیگه اینجا از هم جدا میشه، نتونستی. پس گوش بده، نشون میده که میخواد مده. گوش بده اون وقت حکمتشو میگه. من دیگه کارشون تمام شد، رفت آمد شد. خداوند میخواد حکمت خیلی از کارهای خودشو به پیغمبرانش بگه، به اون نه. ممکنه بعضی از پیغمبران طاقتش نداشته بودن. شعر میگه، مثال میزنه برای همین از موسی عرض کرد به خدا که کار کنید خودت رو من نشون بده، یعنی من چشمم بتونه تو رو بده. خداوند هر خطاب کرد، چشم تو ما تابع جسم، نمیتوانی من ببینی. اگر میخوایی بفهمی چطوره نگاه اون کوه کن که اون شهر میگه چو به کوه تور رفتی ارنی مگو بگذر، که نیرزد این سمنا به جواب لنترانی. خدا جواب موسی رو تو لنترانی هرگز من نخواهی دید، یعنی این تو و این من تو نمیتونه من دید. اون گفته شعر ارنی بگو و مگذر، که بیرزد این تمنا به جواب لد. همه یعنی جوابی از خدا بشنوی حدی باشه.
حالا این داستان موسی و خضر و داستان های دیگه هم گفت و انشاءالله نیست. در اینجا نشون میده یه سلطه و تقدم خضر بر موسی. خضر در این عالم موسی یعنی در عالم جسم کاری نداره، ماموریتی نداره، در عالم معنا ماموریت داره. موسی در همین عالم اینها از هم جدا، ولی همیشه شریعت تابع طریقته. همون که گفتم طریقت جان شریعت، این هدف از این داستان تا برسیم و داستان های دیگه انشاءالله. Easy.